اگر میخوای خدا در زندگی ساکن بشه، اگر جایی احساس میکنی که خدا باید بیاد دخالت بکنه، اگر احساس میکنی که خدا باید بیاد کنار تو حضور داشته باشه، تنها طریقی که میخوای انجام بدی اینه: پرستش بکن. آمین. پرستش های ما همچون کرسی و سلطنتی خواهد بود که خدا بر اون جلوس میکنه. آمین. در افسسیان باب 5 آیه 8 18 و 19 میگه مست شراب نشوید، بلکه روح القدس پر بشید. چرا ما بر روح القدس پر بشیم؟ خدا ما را به نوعی پرستشی دعوت کرده که میگه اگر میخوای پرستشی داشته باشی که شایسته خداست، از روح خدا باید پر بشی. آمین. کلام خدا میگه خدا روحه و هر کس میخواد او را پرستش کنه به روح و راستی، یا در روح و راستی او را پرستش کنه. آمین. روح القدس فقط در واقع ناله های دل ما که غیر قابل بیانه نزد خدا شفاعت نمیکنه، بلکه از پرستش هایی که نمیتونیم بکنیم نزد پدر ما را حمایت میکنه. آمین. از ستایش هایی که ما نمیتونیم و نمیدونم خداوند در وصف تو چی بگم، چی شایسته تو را تقدیم تو کنم، تو به من بگو. خداوند زبانم الکنه، زمانم کم اومده، نمیدونم چی به تو بگم. اینقدر عظیمی، اینقدر رحمت داری، اینقدر نیکویی داری، اینقدر محبت داری و شرمنده محبت داری، اصلا نمیدونم چی بگم. میگه اینجا روح قدوس خداست که ما را در پرستش ها رهبری میکنه. آمین. به همین دلیل وقتی روح خدا میاد، چون که روح القدس میدونه که چی شایسته پدره، میدونه چی شایسته پسره و میدونه چی شایسته حتی خودشه، اونه که در واقع میاد ما را رهبری میکنه. آمین. ما احتیاج داریم به این روح، روحی که در پرستش ها ما را به مرتبه های سرسبز ببره. آمین. چون که وقتی روح خدا میاد، قوت پرستشی که شایسته شد. این روح خدا همون روح خداییه که در واقع میگه در سطح آبها میخرامید. این همون روحیه که در واقع میگه دنیای هرج و مرج بود، تاریکی بود، همه چی رو نزد بخشید. این روح خدا همون روح خداییه که در واقع بر ایلیا بود و از آسمان آتش آورد. این همون روح خداییه که در واقع بر الیشا اومد که وقتی به دریا زد، در واقع به اون نهر زد، نهر باز شد. این همون روح خداییه که در واقع بر پتروس یوحنا میریخت و کارهای عظیم انجام میداد. این همون روحیه که در واقع کلام خدا وعده داده بود که در کتاب یوئیل میگه بر دختران و پسران شما خواهد ریخت. آمین. این روح خدا همون روح خداییه که حیات میده، روح مشورت، روح قوت، روح حکمت، روحیه که در واقع ما را به مسیرهای راسته هدایت میکنه. آمین. روح خدا همون روحیه که در واقع روح نبوت بر شاول اومد و در واقع او پرستش کرد و به مرد دیگه تبدیل شد. آمین. این روح خدا همون روحیه که در واقع بر سموئیل بچه جاری شد و در واقع این بچه تونست کلام خدا را در واقع در زمانی که در واقع کلام خدا نادر بود اعلام بکنه. آمین. روح خدا همون روح خدایی که در واقع بر داوران میریخت و در واقع با دست خالی میتونه دشمنانشون رو در واقع بیرون بکنن. این روح خدا احتیاج داریم. آمین. این هم روحیه که بر یعقوب یوحنا اومد و وقتی مفلوجی رو در معبد دید گفت به نام عیسی مسیح بلند شو. این هم روح خدایی که در واقع بر مریم اومد و عیسی در واقع از شکم اون در واقع باکر متولد شد. این هم روح خدایی که عیسی میگه روح خدا بر من است و مرا مس کرده تا اسیران رو آزاد کنم، فقیران رو بشارت بدم و مریضان رو شفا بدم و سال پسندیده خدا بگم. آمین. این روح خدا همون روحیه که عیسی را از مردگان برخیزانید. آمین. این روح خدا همون روحیه که من و شما بهش احتیاج داریم. آمین. این روح خداست که در واقع ما رو در پرستش ها به جلو میبره. ما احتیاج داریم به روح القدس. بدون روح القدس نمیتونیم، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه با روح او. آمین.